سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. دو تحلیف در یک روز، غنی در ارگ، عبدالله در سپیدار. شرکای دیروز قدرت امروز هر دو سوگند ریاست جمهوری خوردند. در 60 دقیقه امشب از میهمان برنامه میپرسیم این کشمکش به کجا خواهد کشید. همچنین در برنامه امشب، دوشنبه سیاه بازارهای مالی جهان، سقوط بی سابقه قیمت نفت بعد از 30 سال. 3 هفته بعد از اعلام شیوع کرونا در ایران، چرا دولت راهکار روشنی ندارد؟ چرا میگیم بر اساس ناراحتی ریه، نارسایی ریه، غر، نمیدونم آنفولانزا و موضوعات این شکلی؟ خب اگر بوده چرا قبل از این نبودیم؟ اگر هفته دوم شرایط بحرانی استانهای شمالی ایران، شهروندان از کمبود وسایل بهداشتی و کادر درمانی شکایت دارند. و جهش آمار قربانیان کرونا در ایتالیا، 97 نفر دیگر جان باختند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در یک رخداد سیاسی نادر در افغانستان، دو مدعی ریاست جمهوری در یک زمان و در دو کاخ نزدیک به هم مراسم تحلیف برگزار کردند، آن هم در میانه انفجارهایی که بر فضای هر دو اجتماع سایه انداخت. کمیسیون انتخابات هفته پیش اشرف غنی را برنده اعلام کرده بود. او در مقابل اعضای دادگاه عالی افغانستان و در حضور هیئت‌های خارجی از جمله نمایندگان آمریکا سوگند ریاست جمهوری ادا کرد. عبدالله که نتیجه انتخابات را قبول ندارد، در مقابل شماری از چهره‌های پرنفوذ سیاسی و در جمع هوادارانش همان متن را خواند. با این وصف آینده این کشمکش چه می‌شود؟ چرا کار جمهوریت و دموکراسی در افغانستان به اینجا رسید؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از علی حسینی. محمد اشرف غنی دقایقی قبل از مراسم سوگند. او با دست کم 5 ساعت تأخیر راهی این مراسم شد. آخرین ساعتها برای رفتن به سمت حل بحران انتخاباتی که اما راهی پیش نبرد و منتهی شد به 2 مراسم سوگند. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم. آقای غنی با درخواست از حریفان سیاسیش برای خدمت به افغانستان گفت حکومت آینده در انحصار تیم انتخاباتیش نخواهد بود. حکومت ما حکومت کل افغانستان خواهد بود. تیم دولتساز یک گروه محرک برای بسیج مردم دور یک انتخاباتی بود. اما حکومتی که قرار است به زودی شکل بدهم در انحصار دولتساز نخواهد بود. آقای غنی صحبت میکرد که شلیک 4 راکت خمپاره نشان داد پای ناامنی چقدر به افغانها حتی در منطقه سبز نزدیک است. و سکتور خصوصی ما تصویر این دوربین تصویر امنیت در افغانستان است. بی ثبات. واکنش آقای غنی جالب بود. گفت این زره نیست و لباس است. حملات بزرگی دیدیم و از 1-2 انفجار نترسید. او افزود مکانیزم رهایی زندانیان طالبان مشخص شده. چندی قبل آمریکا و طالبان به توافق رسیدند که زندانی‌های 2 طرف جنگ افغانستان آزاد شوند. رهایی زندانیان طالبان با امنیت مردم و تأمین صلح مرتبط است. در این خصوص فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این پروسه در آن شامل باشد. خوشبختانه به یک چوکات دست یافته‌ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما می‌گردد. هیئت مذاکره کننده
تا فردا نهایی می شود. دلوی خدای جل جلاله پنامه لوده کوم. در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری و همزمان با سخنرانی آقای غنی، رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله سوگند یاد کرد و گفت: از تمام کسانی که برای من رای دادند و یا ندادند تشکر و قدردانی می‌نمایم. من حالا رئیس جمهور و خادم همه شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عبدالله گفت اگر دولت برآمده از تقلب را میپذیرفت فاتحه دموکراسی خوانده میشد. از این رو ایجاد دولت همشمول را اعلام کرد. و اکنون ما در موقعیت ایستاده ایم نقطه عطف تازه را در تاریخ معاصر کشور رقم بزنیم و دولتی برخواسته از آرای مردم و مبتنی بر ارزش‌ها، خواست‌ها و نیازهای واقعی مردم و جامعه‌مان ایجاد کنیم. او اما گفت باب گفتگو همچنان باز است. اما قبل از آن این شد. نیروهای دفاعی امنیتی ما که ما به این نیروهای شجاع و قهرمان و حافظان استقلال و تمامی ارضی کشور افتخار می‌کنیم. ما همیشه حاضر و بحث گفتگو بوده‌ایم و هستیم. ما برای وحدت افغانستان کار کرده‌ایم و می‌کنیم، نه برای تقسیم افغانستان. جنجال بر سر چوکی در افغانستان دهه هاست که ادامه دارد و این بار به نوع دیگری. با برگزاری دو مراسم سوگند ریاست جمهوری، مسیر بحران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد مرحله جدیتر و بحرانی تر شده. همین موضوع به نگرانی افغانها بیشتر افزوده. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نسرین نوا خبرنگار ما هم در کابل با ماست. نسرین، بد نیست که اول از واکنش ها بگی و از تازه ترین ها. واکنش ها پس از اجرای دو مراسم سوگند در کابل فراوان بوده، خصوصا در شبکه‌های اجتماعی مردم با تعجب از اینکه افغانستان بعد از این دو رئیس جمهور خواهد داشت یا نه، واقعیت چه خواهد بود، مشروعیت از کدام هست سوال کردن و واکنش نشان دادن. همچنین رقبای سیاسی آقای غنی هم واکنش های مختلفی داشتن. رحمت الله نبیل که نامزد انتخابات بود از این روند انتقاد کرده، اما از طرفی محمد حنیف اطمر که یکی از رقبای سیاسی مهم آقای غنی بود از این روند استقبال کرده. همینطور چند ساعت پس از مراسم تحلیف آقای غنی، یونما نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم از این مراسم را با آقای غنی تبریک گفته و از تعهد او نسبت به ایجاد یک حکومت همه شمول استقبال کرده و گفته که آماده هست با حکومت کار بکنه. همینطور نخست وزیر پاکستان عمران خان هم در توییتی به آقای غنی تبریک گفته، گفته که مشتاق هست با او کار بکنه و حاضر است برای آوردن صلح به افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نکنه. حضور نماینده های سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف و کشورهای اروپایی، کشورهای عربی و چند کشور دیگه نشان داده که آقای غنی از حمایت بین المللی برخوردار هست. اگرچه مشروعیت قانونی به این مراسم نمی بخشه، اما خب بنیاد سیاسی قضیه را خیلی محکم تر می کنه. در حالی که در مراسم سوگند آقای عبدالله امروز هیچ چهره سیاسی خارجی به چشم نخورده، ولی از طرفی آقای عبدالله هم حمایت رهبرهای سیاسی افغانستان را مثل آقای کریم خلیلی، محمد محقق و افرادی هم در کنار اینها را داره. خودش هم تقریبا طرفدارهای زیادی در بین اقوام تاجیک داره و آقای دوستم هم با آقای عبدالله هست که از قوم ازبک هست و او هم طرفدارهای خاص خودش را داره. ممنونم از نسرین نوا خبرنگار ما در کابل. تمیم آسی رئیس مؤسسه جنگ و صلح افغانستان از کابل با ماست. آقای آسی، چرا موضوع از طریق مذاکره حل نشد از نظر شما؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان شما. اساسا امروز ناکامی دیپلماسی در افغانستان بود و ناکامی گفتگوهای سیاسی و برد لجاجت و برد منافع شخصی روی منافع اولیا و روی منافع ملی افغانستان بود.
این دو رهبر بزرگوار باید دست به دست همدیگر میدادن و روی یک فرمول کار میکردن با میانجیگری امریکا یا دیگر متحدین افغانستان تا ای که افغانستان از این افتضاح نجات میدادن. متاسفانه منافع کوچک شخصی از اینا و چوکی از اینا باعث از این شد که اوتی یک روز سیاه در تاریخ افغانستان رقم زده شد و این به هیچ وجه به منفعت افغانستان نیست. اما فرمولایی را که گفته شده، رویش صحبت شده، یک فرمولی بوده که گویا آقای عبدالله پیشنهاد کرده که انتخابات ابطال شود. فرمول دیگه ای بوده که 40% کابینه یا سهم قدرت جمع ریاست جمهوری با آقای غنی پیشنهاد شده و 60% جمع صدر اعظم اجرایی به آقای عبدالله و برعکس از او هر کدام گزینه‌ای را که آقای عبدالله بپذیره یا آقای غنی بپذیره. بنابراین فرمولای روی کار رویش کار شده. اما مشکل اساسی است که متاسفانه هر دو طرف بسیار یک تمامیت خواهی عجیب و غریب دارند در قسمت تصاحب قدرت و خصوصا شخص رئیس جمهور غنی فکر میکنه که انتخابات با تمام مشکلاتی که داشت به شکل پاک برده و مشاورین آقای غنی جوانای بی تجربه هستند که از افغانستان دقیق معلومات ندارن و اکثریتشان از غرب برگشتن و اونا باعث می استکاک‌های مختلف سیاسی داخل افغانستان شدن و مشورت غلط با آقای غنی میدن. آقای آسی، اگر شما از دید آقای غنی نگاه بکنید، مراسم تحلیفی برگزار شد که به نوعی جامعه جهانی اون رو به رسمیت شناخت. نماینده آمریکا در اونجا بود، سازمان ملل متحد و بعد هم کشورهای منطقه از جمله پاکستان تحلیف رو تبریک گفتند. فکر نمی کنید که او خودش رو برنده این ماجرا می دانه؟ متاسفانه این انتخابات هیچ برنده نداشته. این انتخابات با این مراسم دوگانه سوگند که امروز انجام شد یک افتضاح است و افغانستان به سه جغرافیا تبدیل کرده، به سه جغرافیای سیاسی امروز. شما ببینید امروز ما دو رئیس جمهور داریم و یک امیر خودخوانده که ملا عبت الله آخوند باشه و اگر آقای غنی و آقای عبدالله فکر میکنن که این انتخابات و این مراسم تألیف امروزی یک دستاورد بزرگ بوده، باید دوباره فکر کنن. و بحث دیگه ایست که امروز تنها این بحث در مراسم تألیف ختم نمیشه. فعلا شما برین در ولایت‌های شمال افغانستان، ولایت‌های غربی و ولایت‌های مرکزی افغانستان و ببینین که محیط چقدر از نقطه نظر سیاسی چارج است و مردم حتی مسلح هستند و هر آن امکان خشونت میره. پیامدهای از این دو تحلیف تنها به این مراسم ختم نمیشه، این با ولایت افغانستان سرایت میکنه و هر آن امکان درگیری وجود داره و این باعث از این میشه که اگر سیاست های خیابانی در افغانستان به اساس این می دو تألیف دوگانه پیاده شوه، افغانستان به یک بحران و به یک جنگ داخلی تمام عیار رو خواهد برد. از طرفی ما میدونیم که گفتگوهای صلح با طالبان هم در جریان، همه انتظار دارن ببینن فردا پس فردا چه خواهد شد. آیا در دفتر سیاسی طالبان در قطر از نظر شما جشنی برپا بوده وقتی که اونها دو مراسم تحلیف رو میدیدند؟ خب اساساً به فکر میکنم برنده سیاسی امروز طالبا بودن. این طالبا هستند که ادعا دارند که دموکراسی در افغانستان ناکام مانده و دموکراسی یک مفهوم غربی وارداتی در افغانستان است و اینا هستند که امروز حداقل اگر جشن نگیرن مدعی خود و مردم افغانستان ثابت می‌سازند که گویا دموکراسی لیبرال دموکراسی را که غربی‌ها در افغانستان پیاده کردند این نتیجه نمی‌ده و نتیجه‌اش اینه حکومت‌های دو سره یا تألیف دوگانه است. اما یک چیزی که باید فراموش نکنیم است که طالبا از ابتدا مخالف انتخابات‌های مختلف افغانستان بودند. اما اگر تدبیر وجود نمی داشت یا تدبیری را که امروز باید می گرفتن نگرفتن، این می شد که کاملا موضوع برعکس شود. متاسفانه رهبرای حکومت افغانستان و رهبرای سیاسی جمع جامعه جهانی با شمول امریکا من فکر میکنم ناکام ماندن. این یک ناکامی بسیار بزرگ برای آقای خلیلزاد و برای همچنان اداره ترامپ هم است، این دو تحلیف و دو حکومت در افغانستان. آقای آسی، شما مدتی معاون وزیر دفاع افغانستان بودید. نیروهای امنیتی
قادر خواهند بود که بی‌طرفی خودشون رو در این مناقشه حفظ کنند؟ خب نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان یک نیروی مسلکی و ملی است، سالها 15 سال از سرشان سرمایه گذاری شده و ما اگر ببینیم امی مراسم تحلیف یک شهادت به این میده که اینا بی‌طرفی خود حفظ کردن، خصوصا در تأمین امنیت از این مراسم تحلیف و هر دو طرف هم به فضای نسبتا آرام به استثنای راکتایی که اصابت کرد بدون طرفداری گذاشتن که مراسم برگزار شود. اما ترسی که ما دارم است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا انگیزه و مورال جنگ در اونا پایین خواد رفت با این سرکسی که در کابل دیدن و همچنان سوالای بر از اونا خلق خواد شد که آیا حالا دو سرقماندان علا دارن، کی ترفیات انجام میته و به فرمان کی گوش بتن. این مسائل است که پیامدهای اساسی و پیامدهای بسیار خطرناک در قسمت شکست نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان داره و ما امیدوار هستم که از این جلوگیری شوه، چی رهبرهای سیاسی افغانستان هستند و چی قماندانهای نظامی ناتو در افغانستان که حضور دارن، اینا تدابیر رو روی دست بگیرن که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نگذارن که از اونا ابزاری به خاطر سرکوب یک طرف یا طرف دیگه سیاسی استفاده شود. یک مشکل سیاسی است، باید مشکلات سیاسی رای حل سیاسی برشان پیدا شود و پای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جنجالای انتخاباتی و سیاسی کشانیده نشود و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سیاسی نشود. و ما امیدواریم ایست که در این قسمت جامعه جهانی یک موقف بسیار جدی را بگیرن و نگذارن که سیاسیون افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سیاسی بسازن. سپاسگزارم از تمیم آسی، رئیس مؤسسه جنگ و صلح افغانستان از کابل با ما. در ایران از دیروز دست کم 43 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. به گفته وزارت بهداشت همچنین حدود 600 نفر دیگر مبتلا به این ویروس شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان به بیشتر از 7000 نفر رسیده که البته حدود یک سوم آنها بهبود یافتند. کار به جایی رسیده که رهبر ایران سخنرانی سالانه اول فروردین خود در مشهد را لغو کرده. فرید عاصمی از آخرین وضعیت در ایران گزارش می‌دهد. با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و به لحاظ جلوگیری از ابتلا به این ویروس، این تصویر است که این روزها در شهرهای مختلف زیاد دیده می‌شود. هشدار درباره ماندن در خانه. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا به حال در این کشور 7161 نفر به کرونا مبتلا شدند. 237 نفر جان خود را از دست دادند و 2394 نفر بهبود پیدا کردند. گزارش های غیر رسمی و گفته های مقام ها و نمایندگان محلی به ویژه در استان های شمالی ایران مبتلایان را بیشتر از اینها اعلام کردند. یک مقام دیگر جمهوری اسلامی هم بر اثر کرونا درگذشت. محمد رضا راهچمنی نماینده سابق مجلس از دوره دوم تا پنجم از حوزه انتخابیه سبزوار و مؤسس حزب همبستگی. او از سال 80 تا 84 رئیس سازمان بهزیستی ایران بود. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران هم به کرونا مبتلا شده. او در خانه در قرنطینه است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که فرزاد تزری معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه هم در بیمارستان بقیت الله بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته. ورودی شهر ایزدشهر مازندران از چند روز پیش استان‌های گیلان و مازندران وضعیت اضطراری دارند. محمد میرزا بیگی رئیس نظام پرستاری ایران گفته کمبود لوازم حفاظتی مانند دستکش، ماسک و گان در بیمارستان‌های شمال کشور نگران کننده است و پرستاران و کادر درمانی با سختی زیاد از بیماران مراقبت می‌کنند. حالا فرماندار اصلویه در استان جنوبی بوشهر هم می‌گوید این شهرستان وضعیت عادی ندارد و شرکت‌هایی که در مرحله پروژه هستند باید تعطیل شوند و گردشگران به اصلویه نیایند. فرماندار چابهار گفته هیچ خودرو صاحب پلاک شهرستان دیگر حق ورود به چابهار را نخواهد داشت. اما بعضی همچنان هشدارها را جدی نگرفتند. اینجا در کرمانشاه با توجه به وضعیت قرمز کرونا و کرمانشاه همچنان مردم دارن هزاران هزار نفر در بازار مسکن میان بیرون. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران سه مرکز پخش ویروس کرونا را معرفی کرده.
با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات عمل و نقل و پرداخت حضوری و غیره، آنها توسط متخصصان دادکاوی و استخراج مدل شیوع به این جنبندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند. مقام های جمهوری اسلامی از ابتدای پیدا شدن موارد ابتلا به کرونا در شهر قم کانون شیوع این ویروس آن را انکار کرده، با کسانی که درباره گسترش کرونا اطلاع رسانی کردند برخورد کرده و اماکن زیارتی را تعطیل نکردند. این گزارشی است که برنامه 23 در همان روزها پخش کرد و وجود کرونا در قم را شایع خواند. بازار اومدیم خرید بکنیم برای عید. شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه. همون روزها بود که تظاهرات 22 بهمن برگزار شد و چند روز بعد در دوم اسفند انتخابات مجلس شورای اسلامی. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این میان ترس از ابتلا به کرونا باعث شده بعضی به خوردن الکل صنعتی روی بیاورند. در اهواز 20 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. 218 مورد مسمومیت هم در این شهر گزارش شده. معاون دادستان کرج هم گفته تا به حال 7 نفر بر اثر نوشیدن الکل تقلبی در استان البرز جان باختند. به دلیل شیوع کرونا در ایران، رئیس قوه قضایی از دادن مرخصی به حدود 70,000 زندانی خبر داده و گفته ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود، با اولویت کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند باید ادامه یابد. با این حال، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان در بند هستند و خبری از آزادی آنها نیست. فرین عاصمی، بی بی سی. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، از عملکرد دولت و نهادهای مسئول تا اینجای کار چی برمیاد؟ میتونند وضعیت رو کنترل کنن یا نه؟ ببینید، مسئله کرونا در ایران سه مقطع، سه فاز مختلف داشته. فاز اول از حداقل 12 بهمن بر اساس اسنادی که وجود داره تا 29 بهمن ماه هست. در این مقطع دروغ گفتن، کتمان کردن. اگر واقعیت رو میگفتن خیلی از مردم مواظبت میکردن. مقطع دوم از 29 بهمن که اعلام کردن شروع میشه تا حدود 10 روز. سرتاپ های این مقطع شما سوء مدیریت میبینید، عدم امکانات، نبودن امکانات و ناهماهنگی. اینجا همونجاست که آقای روحانی میگفتش که از شنبه همه چی عادی میشه، ششم اسفند ما وزیر بهداشت دو ساعت بعدش میگفت نه دوباره سه روز دیگه تعطیل میکنیم. هیچ جایی با هیچ جایی در واقع هماهنگ نبود. از اون مقطع به بعد که الان در فاز سوم هستیم، ظاهرا هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول بهتر شده، شرایط بیشتر شده، بهتر شده، واضح هست با هم هماهنگ شدن، واضح هست دیگه حتی نیروهای نظامی هم در واقع سرشون انداختن پایین، دارن تمکین میکنن. متأسفانه دیره. این حرفایی که این روسا دارن میگن، حالا بحث پزشکیشو من نمیدونم، که پیکش احتمالاً اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه خواهد بود. این بیمارستان‌های صحرایی که آدم می‌بینه تختای هیچ امکانات اورژانس نداره، امکانات آی سی یو نداره، مجموعه شرایط لجبازی که با جامعه جهانی میکنن، میگن ما کمک آمریکا رو حاضر نیستیم بپذیریم، همچنان دروغ میگن. و اینکه در رودربایستی موندن، در رودربایستی حرفای اولشون که میگفتن ما قم رو قرنطینه نمی‌کنیم، لازم نداریم قرنطینه بکنیم، الان عملاً یه جوری دارن قرنطینه می‌کنن ولی با رودربایستی. با این وضعیت من فکر می‌کنم ما درگیر یک بحران تمام عیار هستیم و لا اغراق نمی‌کنم. من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین، اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه و اگر جمع جورش نکنن، یکی از بزرگترین تاریخی‌ترین در واقع بحران‌های طبیعی رو ما در شاید یک سده اخیر خواهیم داشت. وقتی نگاه می‌کنیم به بعضی از کشورهای دیگه از جمله ایتالیا، به نظر میاد که بر اساس آمارهای رسمی، البته وضعیت اونجا از ایران وخیم‌تره. در این صورت چقدر میشه واقعا مقام‌های ایران رو ملامت کرد؟ ببینید، اول من اگر بخوام موجه مقایسه کنم، با خودمون مقایسه میکنم، اون چیزی که من میبینم تکرار کمدی یا شاید تراژدی که اواخر قاجاره. در اواخر قاجار هم اون چیزی که منجر به اون هرج و مرج عظیم شد، منجر به ظهور، لزوم ظهور پدیده‌ای مثل سردار سپه شد، یکی فساد سنگین بود، یکی بحران‌های پیاپی مالی و از همه مهمتر ناکارآمدی. اتفاقا همون احمد شاه قاجار که کشور به اون وضعیت کشون، اونم اتفاقا یه طرح اقتصاد مقاومتی داده بود، بخشنامه کرده بود که واسه تقویت تولید داخلی همه برن لباس تولید وطن بخرن. برای اون چیزی که من می‌بینم ناکارآمدی، تفاوت عظیم بین ناکارآمدی در ایران و وضعیت عملکرد دولت‌ها در ایتالیا، در کشورهای اروپایی، در چین اونقدر زیاده که ما نمیتونیم اساساً مقایسه بکنیم ایران رو با هیچ کشور دیگه‌ای، به این خاطر که بخش بزرگی از این کسانی که کشته میشن محصول ناکارآمدیه. دوم، دروغ. ما در ایتالیا دروغ نشنیدیم، پنهان نکردن.
کسی خودش رو شایسته تر نسبت به جان مردم از مردم ندانست. و سوم دلایل ایدئولوژی، کجا در ایتالیا مثلا پاپ اومد و گفتش که نخیر جایی قرنطینه نکنید، من اجازه نمیدم کلیسا رو قرنطینه کنید. درسته که انجام شده، دیر شده. من فکر میکنم که در مورد خود ویروس خب آدم باید خیلی بی‌انصاف باشه، جمهوری اسلامی یا دولت یا هر جای دیگر رو بخواد سرزنش بکنه. در مورد که این پدیده حتما میومد سراغ ما هم حتما میومد، نمیتونستیم جلوشو بگیریم. منتها اگر اون دروغ دو هفته اول نبود و اگر برنامه‌ریزی می‌کردن، ببین دو تا بیمارستان قم رو روز دوم بعد 30 بهمن تازه تصمیم گرفتن، بیمارستان فرغانی و یکی بیمارستان مسیح دانشوری رو یک روز بعد از اعلام 30 بهمن تازه تصمیم گرفتن کانون در واقع پذیرایی بیماران باشه، اگر برنامه‌ریزی می‌کردن حتما عمق فاجعه این حد که الان هست نمی‌بود. در این اوضاع و احوال میشه به هیچ شخص یا نهادی امید بست؟ والا من میترسم این ماجرا تبدیل به یک پدیده امنیتی حاد بشه. اگر یادتون باشه امروز ویدیوی منتشر شده از آقای احمدی نماینده نوشهر که داره رو در واقع با تلفن به رئیس دفتر رئیس جمهور آقای بایزی میگه مردم خودشون آتش به خیار جاده رو خواهند بس، که آقای بایزی میگه شما میخواد کشور رو به هم بریزید. خاطرتون باشه جمعه شب ویدیوی منتشر شد، اقدام بسیار بد شهروندان اما قابل دفاع، حمله کردن به درمانگاه در شهرک توید، آتیشش زدن. اگه یادتون باشه همون روز فیلم فرمانده ناجی آمول منتشر شد که مردم معترض جاده حراز رو بسته بودن، میگفت نبندید من خودم امشب میبندم بعدا باز میکنم. قبل از اون در ماسال شفت گیلان اگه یادتون باشه اعتراض بود، همین دیروز یا پریروز در چابهار که امروز صحبت در گزارش اسمش رو آوردید ویدیوی منتشر شده از یک روحانی که سوار ماشین پژو 405 پلاک پژو پلاک ماشین قمه و چون روحانیه و ماشین میگن از قم کرونا اومده، مردم دارن ماشین رو آتیش میزنن، ماشین رو خراب میکنن. من فکر میکنم که با این وضعیت ممکن هست بالقوه حتی مسئله یک پدیده امنیتی حاد بشه و اگر دولت ادامه بده به این سیاست هم دروغگویی، یعنی سیاستی که مردم قانع نشن و یه تکونی به خودش نده در مهار ماجرا، ممکن هست حتی این مسئله به یک نقطه عطف در تاریخ ایران تبدیل بشه. سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ما. نمایندگان استانهای مازندران و گیلان در مجلس ایران وضعیت این دو استان شمالی را اضطراری توصیف کردند. آنها خواهان اقدامات فوری برای مقابله با گسترش کرونا شدند. همچنین از کمبود تجهیزات پزشکی شکایت کرده و خواستار ممنوعیت ورود مسافر شدند. مریم افشنگ نگاهی کرده به وضعیت این دو استان. خداحافظی از دکتر وحید منصف کسمایی، متخصص اورژانس بیمارستان پورسینا در رشت، پزشکی که بر اثر کرونا جان خود را از دست داد. خبرهایی که از شمال ایران میرسد حکایت از وضعیت بحرانی در استانهای مازندران و گیلان دارد. بیمارستانهایی که از بیماران پر شده و حالا در بعضی از شهرها بیمارستانهای صحرایی برپا می شود. اما انتقادات زیادی برای اطلاع رسانی درباره خطرات کرونا و همینطور انتشار آمار مرگ و میر و مبتلایان به این بیماری حتی در بین مقامات دولتی و حکومتی وجود دارد. این جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت. از تمام عزیزانی که تصمیم گیر هستند در این حوزه واقعیت رو مردم بگن، اینکه چه اتفاقی داره میفته، اینکه به قول آقای دکتر زایفری ما تعداد کشته هایی که در روز داریم در باغ رضوان یا در جاهای دیگه یا حتی کشته هایی که به هر حال ارسال میکنیم بعد از بسته‌بندی و در واقع اون حالا تیمم و کارهایی که صورت میگیره میفرستیم به شهرهای اطراف، این تعداد چرا به یک بار اینقدر زیاد شده؟ واقعا کرونا تاثیری نداشته؟ اگر تاثیر داشته بگیم به مردم. چرا میگیم بر اساس ناراحتی ریه نارسایی ریه قلب نمیدونم آنفولانزا و موضوعات این شکلی؟ خب اگر بوده چرا قبل از این نبودیم؟ اگر هفته دوم این بیماری که الان درش قرار گرفتیم و به گفته خودتون پیک بیماری هست و باعث این همه مرگ و میر شده بین همشهریای ما، اگر کرونا عاملش نیست پس چی؟ میخوایم به مردم نگیم اینها رو که چی مردم نترسن؟ مثلا اتفاقا جایی که باید این کار رو بکنیم و مردم بترسن. یکی از شهروندان رشت به بی بی سی فارسی گفته که از بیماران تست کرونا گرفته نمی شود. نه از کسانی که با علائم کرونا در بیمارستان بستری هستند و نه خانواده آنها که در خانه و سطح شهر هستند. اینجا بیمارستان طالقانی در شهر چالوس است. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. من یه هنرمند جزء توی شهر خراب شده چالوس که این بیماری رو عام سرایت کرده. من تقاضایی که از مسئولین محترم، از فرماندار محترم، از امام جمعه محترم، از مسئولین شهر عزیز، من قرار داری زحمت بکشید این شهر رو قرنطینه کنید، نذارید به خدا گر و گر میارن بیمارستان، گر و گر میارن بیمارستان.
مردم مریض شدن، پرستارا خستن. اوضاع در بابل هم خوب نیست. اینقدر حالم بده اصلا باورم نمیشه. من رفتم بابل هم به خاطر یه مشکلی که پیش اومده مجبور شدم بیام اینجا. دارم یه چیزایی از نزدیک میبینم که اونا که تو تلویزیون نشون میدن هیچ پشیزی در مقابل این که من الان دارم از نزدیک میبینم. جون مادرتون، خاک ارواح مرده‌هاتون، من نمیدونم. نیاین بیرون. در فضای مجازی مردم شهرهای شمال ایران هر کدام به نوعی از شرایط موجود ابراز نگرانی می‌کنند. بعضی از اینکه شهر سرزندگیش را از دست داده و بعضی از اینکه هنوز تمام ادارات و فروشگاه‌ها باز است. تصمیماتی هم که در مرکز گرفته میشه چی بگیم که به دوستان توهینی نکنیم؟ انگار از یک جای دیگه اومدن. این فکر کنم بهترین حرفی که میشه در مورد این عزیزان زد. شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا. ما همیشه میزبان شما بودیم، باز هم میزبان شما خواهیم، ولی فکر کنم این دفعه باید تو باب رضوان ازتون استقبال کنیم، چون شوخی نداریم اینجا، بس خیلی خرابه. ولی ساعت کار برمیگرده به حالت اینو همین دوستان بهش اشاره کردن، این جوکه، این مسخره است. ساعت کار برمیگرده به روال عادی خودش، بعد میگن در خونه بمونید و از مراجعات غیر ضروری پرهیز بکنید. در حالی که بسیاری معتقدند قرنطینه تنها راه چاره است، هنوز هستند کسانی که از شهرهای مختلف ایران به عادت هر ساله و نزدیک عید روانه شهرهای شمالی می شوند. کمپینی در فضای مجازی با این هشتگ‌ها به راه افتاده که از همه می خواهد در خانه ها بمانند. اینجا جوانان رشت به طور خودجوش در مقابل پلیس راه جلوی خودروهایی را که پلاک غیر بومی دارند می گیرند. این هم ویدیویی است که در فضای مجازی میچرخد. شهروندی که از مردم میخواهد به مازندران سفر نکنند. آقا بشین تو خونت، برادر بشین تو خونت. حکومت تا امروز زیر بار قرنطینه کردن هیچ کدام از شهرهایی که گفته میشود شرایط بحرانی دارند نرفته. البته بسیاری در ایران خطر کرونا را جدی گرفته و خود را در خانه قرنطینه کردند. اما هستند کسانی که علارغم همه هشدارها باز در جاهای شلوغ حضور پیدا میکنند. از جمله اینجا در بابلسر جشن شادی به مناسبت تولد امام اول شیعیان. مریم افشنگ، BBC. از یک فعال اجتماعی در رشت درباره وضعیت این شهر و استان گیلان پرسیدیم. برای حفظ هویت او صدایش را بازخوانی کردیم. سازمان بهداشت جهانی گفته بود که مردم رو نترسونید. همین جمله رو هم بهانه کردن که آمار دروغ به مردم بدن. از اونجایی که واقعیت‌ها رو مردم نمیدونن، مردم خود قرنطینگی رو هم اجرا نمی‌کنن. در حوزه بهداشت و درمان ما به شدت دچار کمبود لباس ضد آب، لباس یکسره، ماسک مخصوص پرستارها و پزشکان هستیم. اونهایی که با بیمار در ارتباطن. گان، کلاه، دستکش لاتکس، ماده ضد عفونی کننده، ما الان اینقدر کمبود داریم. توی بیمارستان ها پرستاری که توی بخش ICU داره به بیمار مبتلا به کرونا رسیدگی میکنه با ماسک معمولی داره این کارو انجام میده. از طرف دیگه با کمبود پرستار مواجه شدیم. از استان های دیگه پرستارها رو آوردند و توی هتل سکونت دادن. از طرفی کادر درمان به شدت داره بیمار میشه. موضوع فوت پرستارها و پزشکا یه بخشش انسانیه که یک انسان رو داریم از بین میبریم، اما از طرف دیگه پرستاری که از بین میره کادر درمان دچار چالش میشه. نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت اومد و با همه چیز مخالفت کرد. بیمارستان صحرایی از جمله چیزهایی بود که باش مخالفت کرد. آمار کشته های ما به شدت افزایش پیدا کرده. سپاه ورود کرده و الان داریم بیمارستان صحرایی رو در شرایطی میسازیم که هفته آینده در رشت بارندگی خواهیم داشت. توی موضوع خود قرنطینگی متاسفانه استاندار گیلان به قرنطینه شدن اعتقاد نداشتن. از دو هفته قبل از زمان شروع شدن بحث کرونا اعضای شورای شهر مکالماتی انجام دادن با استاندار که راه های ورودی به استان گیلان بسته بشه. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یک روز 15 اسفند تنها این اتفاق افتاد، ولی ماشین‌هایی با نمره‌هایی که حتی از قم که مرکز شیوع کرونا کشور هست وارد استان شدند. پلاکشون رو مخدوش می‌کردند و وارد استان گیلان می‌شدند. یه عزم جدی وجود نداره. ما به شدت آمار گمرکمون بالاست. قبرستان مرکزی شهر رشت که مخصوص بیماران کروناییه، در روز 7-8 تا آمبولانس توی هر کدوم 2-3 تا کشته شده‌های بیماری کرونا داره که اجساد رو دفن می‌کنن. در قبرستان حتی کسانی که کار تدفین انجام میدن هم مشکل دارن. الان توی حوزه اقتصادی می‌تونیم وام‌های که هم
بهره در اختیار مردم بذاریم و اونها رو تشویق کنیم به خود قرنطینگی. با این وضعیت در آینده وضعیت اقتصادی که در اون قرار میگیریم بسیار وحشتناکه. بعد از کرونا تازه ما بحران اقتصادیمون شروع میشه، اما دولت حتی برای امروز کرونا هم برنامه نداره، چه برسه به معیشت مردم. صدای بازخوانی شده یک فعال اجتماعی بود در رشت. بعد از شیوع کرونا در ایران، کادر پزشکی و درمانی در خط مقدم مقابله با این ویروس قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، آنها بیشتر از گروه‌های دیگر جامعه در معرض ابتلا به این بیماری هستند. تعداد زیاد مبتلایان و کمبود تجهیزات هم بار سنگین‌تری بر دوش کادر درمانی گذاشته. امید منتظری همکارم اینجا در استودیو با من. امید، مرخصی‌های نوروزی کادر بهداشتی خیلی از بیمارستان‌ها لغو شده. این در واقع اتفاقی که افتاده به دلیل اینه که با کمبود کادر درمانی و پزشکی بیمارستان ها مواجهن. این باید گفته بشه که کادر درمانی و بهداشتی در واقع الان سومین گروه در معرض خطرن. این تحقیق بسیار بزرگی بود که تو چین روی 44,000 نفر انجام شد، نشون دادش که در مرحله اول سالمندان، در مرحله دوم بیماران زمینه‌ای و در مرحله سوم کادر درمانی و پزشکیان. و ما وقتی داریم راجع به کادر درمانی در ایران صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پرستاران صحبت می‌کنیم که در ایران یکی از معترض‌ترین اصناف بودن تو سال‌های گذشته. می‌دونید که یکی از بین کارمندان دولت کم ترین درآمد رو دارن پرستاران. 290,000 پرستار ایران کم داره و شما تصور کنین در این شرایطی که حالا یک وضعیت اضطراری پیش اومده، از اونها خواستن که بمونن سر کارشون، مرخصی هاشون رو لغو کردن. و این تازه در مورد پرستاران، در مورد بقیه کادر درمانی هم همینطوره. و الان خب وزارت بهداشت فراخوان داده که اگه ممکنه بازنشستگان، پرستاران بازنشسته، کسانی که میتونن بیان بپیوندن به کادر درمانی بیمارستان ها و این تو شرایطی که خب خیلی امکانات لازم براشون مهیا نیست. امکانات لازم که اشاره کردی یکی از مشکلات اساسی بوده در روزهای گذشته. پرستارها در زمینه لباس و وسایل ضد عفونی و موادی از این قبیل هم دچار مشکل بودن. هیچ نشانه دیده میشه که توجهی شده باشه دست کم بخشی از این نیازها تامین بشه؟ ببین، همین ساعتی پیش وکلای دادگستری جمعیشون نامه دادن، از آقای روحانی خواستن که به سرعت امکانات و نیرو گسیل کنن به سمت گیلان. و این نشون میدادش که خب خیلی اوضاع خرابه و در واقع مشکل حادی که الان وجود داره بیش از هر چیزی میشه تو تلفات کادر درمانی و بهداشتی دید. جمال، همین الان یه لیست 70 نفره جلوی منه که حدود 18 نفر پزشک، نزدیک 50 نفر پرستار درشان، کسانی که فوت شدن، کسانی که مبتلا شدن از پرستار. این نشون میده که تجهیزات لازم نبوده. تو روزهای گذشته وقتی من داشتم پیگیری میکردم، دیدم خیلی از فعالین اجتماعی در ایران جمع شدن، دارن پول جمع میکنن، دارن امکانات جمع میکنن که بفرستن به جاهایی که کانون ابتلاه. و خب اینم تو شرایطیه که روزنامه رسالت، یکی از روزنامه‌های محافظه‌کاران در ایران، میگه که اعلام آمار در واقع تلفات کادر درمانی و بهداشتی در ایران یک مسئله امنیتیه. از بیرون چقدر میشه امید بست به مثلا کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی؟ میدونیم که نماینده سازمان بهداشت جهانی اونجا بوده، حرفایی هم مبنی بر این که از بیرون کشورها بخوان به ایران کمک بکنند هم مطرح بوده. میشه به این امیدوار بود، مخصوصا وقتی که رئیس سازمان بهداشت جهانی میگه که ما حالا دیگه احتیاج به یک استراتژی جهانی داریم. کیت به ایران فرستاده سازمان بهداشت جهانی، چین ماسک میفرسته، امکانات داره سعی میکنه بفرسته. اما مسئله اصلی جمال در داخل، بله، وقتی که 100 کشور دنیا درگیر ویروس کرونا شدن، میشه در نظر گرفت که مثل اتحادیه اروپا که همین الان اعلام کرده که فردا جلسه دارن برای اینکه یک استراتژی برای اتحادیه انتخاب کنن، به سمت یک تصمیم گیری جهانی بره. اما این اتفاقی که در ایران میفته باید بیش از هر چیزی زیر نظر داشت و نباید فراموش کنیم تو چند سال گذشته کادر پزشکی و درمانی ایران با انتقادهای مواجه بودن. وقتی تعرفه‌ها رو خواستن اضافه کنن، وقتی که عباس کیارستمی، سینماگر مشهور ایران، فوت شدش، خیلی انتقادات بالا گرفت. و این
رابطه تنش‌آلود بین کادر درمانی و بهداشتی و مردم به ضرر هر دو نفره. به هر صورت ما باید این رو در نظر داشته باشیم که کادر درمانی و بهداشتی ایران توی این شرایط با این کمبود امکانات بالاخره حاضر شدن، کمپین دارن میذارن، دارن سعی میکنن که مقابله کنن با در واقع این بیماری از طریق حضور خودشون توی بیمارستان ها و باید امیدوار بودش که این مسئله بیشتر از هر چیزی در داخل حل بشه. ممنونم از امید منتظری همکارم اینجا در استودیو با من. درباره بحران کرونا در کشورهای دیگر صحبت خواهیم کرد. ابتدا تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان. با ادامه بحران کرونا و نگرانی از ابعاد غیرقابل پیش بینی آن، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش 30% را تجربه کرد. سقوطی بی سابقه از زمان جنگ خلیج فارس در سال 1991 میلادی. در پی سقوط قیمت نفت، ارزش سهام در بازارهای بورس جهان از آسیا و اروپا تا آمریکا هم به شدت افت کرد. بیشترین کاهش قیمت برای سهام شرکت‌های بزرگ نفتی رخ داد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. از اینجا یعنی توشو یا همان بازار بورس توکیو در شرق آسیا تا اینجا بازار بورس لندن در غرب اروپا، روزی رقم خورد که بعضی از همین حالا نامش را گذاشتند دوشنبه سیاه. روزی که میلیاردها دلار از ارزش بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان کاسته شد و فضایی از ترس و نگرانی دنیای اقتصاد را فرا گرفت. و وقتی موج سقوط سهام و بحران اقتصادی به بازار بورس آمریکا در نیویورک رسید، سرعت سقوط به حدی بود که بعد از 15 دقیقه خرید و فروش سهام به شکل موقت متوقف شد. در این مدت شاخص بورس داو جونز حدود 8% از ارزشش را از دست داد. اگرچه بازارهای سهام تا اندازه کمی بعد از بازگشایی مجدد افزایش قیمت را تجربه کردند، اما کماکان وضعیت بازار بورس آمریکا نیز در وضعیتی هشدار دهنده برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد این کشور قرار گرفت. گرفتاری تازه از اینجا آغاز شد. کالای استراتژیکی به نام نفت که به دلیل شکست کشورهای عضو اوپک پلاس در کاهش تولید با تلاطمی جدی روبرو شد. قیمت نفت در دو روز اخیر به شکل ناگهانی سقوطی آزاد را تجربه کرد و بهای بعضی از انواع شاخص نفت مانند نفت برنت به نزدیکی بشکه 30 دلار هم رسید، ضربه‌ای که در مجموع موجب شد تا حدود 30% از قیمت نفت در جهان کاسته شود. امروز وقتی بازارهای بورس در آسیا باز شدند، حتی بدون بحران قیمت نفت هم انتظار روز خوبی وجود نداشت. نگرانی ناشی از شیوع کرونا و ضربه‌ای که به اقتصاد جهانی و به ویژه اقتصاد چین زده موجب شده تا بازارهای سهام هفته‌های سختی را سپری کنند. در نهایت سقوط نفت کار را از همانی که بود هم خرابتر کرد. در ژاپن سهام 5% و در استرالیا 7.5% سقوط کرد که بیشترین سقوط این بازارها در یک روز از سال 2008 تا کنون بوده. همین وضعیت در بازارهای مهم کشورهای منطقه خلیج فارس هم ادامه یافت. و در نهایت در اروپا وضعیت به گونه‌ای شد که وقتی بازار لندن باز شد، شاخص سهام در نخستین دقایق حدود 8% پایین رفت. نگاهی به قیمت شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که مثلا شرکت‌های بزرگ نفتی مانند بی پی یا شل حدود 15% ارزششان را از دست دادند. یا ابرگروه‌های بی اچ پی و انگلو امریکن که صاحب صدها معدن در جهان هستند، حالا 10% کمتر می‌ارزند. دویچه بانک، یکی از نهادهای مهم مالی اروپا، 12% از ارزشش را از دست داد و سهام مرسدس بنز، قول خودروسازی آلمانی، 10% کاهش یافت. پرسش بزرگی که کارشناسان اقتصادی با آن روبرو هستند این است که چرا چنین وضعیتی به وجود آمد و این سقوط تا کجا ادامه می‌یابد؟ سقوط قیمت نفت دلیل وحشتی در سراسر بازارهای مالی شده. اوپک و روسیه نتوانستن بر سر کاهش تولید نفت به توافق برسند، به همین دلیل این اتفاق رخ داد. عربستان تصمیم گرفت تولیدش را افزایش دهد، آن هم درست در زمانی که مقدار زیادی نفت در بازار موجود است و تقاضایی هم برای این نفت وجود ندارد. به همین دلیل قطعاً ارزش نفت باز هم کمتر خواهد شد. ظاهراً حالا کلید معما اینجاست، در ریاض و در دست حاکمان عربستان. آیا آنها با مسکو به توافق خواهند رسید؟ آنها تا کجا می توانند با قیمت پایین نفت بسازند و به بحران جدی بر نخورند؟ پاسخهای این سوالات نقشی تعیین کننده در روزها و ماهای آینده در بازار نفت خواهند داشت. کیوان حسینی، بی بی سی.
سارا وخشوری، کارشناس نفت و انرژی و مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن DC با ماست. خانم وخشوری، با این قیمت نفت روسیه و عربستان وارد یک بازی باخت باخت شدن؟ نمیشه گفت بازی عربستان و روسیه بازی باخت باخت. از وقتی که ویروس کرونا به چین اومد تقریبا تمام تولید کننده های نفت بازنده میشه گفت بودن یا هستن، به دلیل اینکه 80% رشد تقاضای نفت معمولا و در این سال انتظار میرفت که در چین باشه و الان شما اگر ببینین پیشبینی هایی که از میزان تقاضا و رشد تقاضا در امسال هست، مثلا در مؤسسه بین‌المللی، آژانس بین‌المللی انرژی توی سناریوهای مختلف پیشبینی کردن بین 99,000 بشکه در روز تا 700,000 بشکه ممکنه کاهش پیدا بکنه. بستگی داره البته اینکه دنیا و چین چطور بتونن جلوی پیشرفت کرونا و تاثیرش روی تقاضا رو بذارن. همین این انزوای اجتماعی و کاهش شدید سفرها و کلن اقتصاد در کل دنیا تاثیر زیادی گذاشته. بازی که حالا گفته میشه عربستان و روسیه به نظر بازی خیلی منطقی میاد، در واقع در شرایطی که همه بازنده هستن، این تولید کننده ها به ویژه این دو به فکر این هستن که چطور کمتر ببازن، کمتر از دست بدن. آقای ترامپ امروز گفته بود که قیمت نفت پایین اومده و لذت ببرین از این قیمت پایین. خود آمریکا بزرگترین تولید کننده نفته، در چه موقعیتی قرار میگیره؟ آقای ترامپ، برای آقای ترامپ رای دهنده ها مهمن و رای دهنده ها در آمریکا معمولا قیمت بنزین برایشون خیلی مهمه و وقتی که قیمت بنزین پایینه، توییتی که آقای ترامپ گفته در واقع داره با رای دهنده ها و افراد عادی توی آمریکا که سود نفت میبره، مثل همه مصرف کننده ها توی دنیا، توی هند، تو هر جای دنیا که رانندگی میکنن و قیمت بنزین کم میاد با اونها صحبت میکنه. اما خب توی گزارش خودتون در مورد سقوط سهام شرکت ها گفتین، شرکت های شل سقوطشون خیلی وحشتناکتر و بیشتر بود امروز از شرکت های دیگه. مثلا شرکت های بزرگ تولید کننده شل مثل اکسیدنتال پترولیوم یا کانتیننتال ریسورسز، اینها بین 35-45% سقوط سهام داشتن و شرکت های کوچکتر مثل فرسن شرکت پارسلی 50 و حتی بالای 50% سقوط کردن. و در شرایط الان امسال که ما انتظار داریم که تقاضا با مشکل زیادی روبرو بشه و سقوط همه سهام ها و سرمایه گذاری، انتظار نمیره که بانک ها و سرمایه گذاران منابع جدید مالی بدن به این شرکت ها، مخصوصا تولید کننده های شرکت نزدیک به ورشکستگی هستن. بنابراین اگه شما نگاه کنید میبینید که بازی عربستان و روسیه با اینکه به اقتصادشون داره ضرر میبینه، ولی امیدی هست که در میان مدت، این حالا یا در کوتاه مدت، در امسال، در بعد از 3 ماه، در نیمه دوم سال، تولید شل اگر کاهش پیدا بکنه بشه یک جوری این بازار رو، سهمی رو که از دست دادن در این تین سالها، یک جوری به دست بیارن و با فروش بیشتر یک مقدار ضررشون رو برطرف کنن. و در نهایت در مورد بحران جهانی اقتصاد، در سال 2008 دولت‌ها معمولاً با بسته‌های مالی که بانک‌ها رو نجات می‌داد تونستند اوضاع رو کنترل بکنن. در مورد ویروس کرونا و بحث نفت و بحران اقتصادی فعلی چی کار میشه کرد؟ این خیلی بحران، این داستان اخیر خیلی داستان خاصی هست، نمیشه مقایسهش کرد با دفعه‌های گذشته. حتی بازار نفت رو اگه شما نگاه کنین، هم با شوک تقاضا الان روبروی، هم با شوک عرضه. و همونطور که گفتم الان اکثر عرضه کننده ها مثل روسیه، فرض کنین هم انتظاری که توی بازار این بود که روسیه حداقل موافقت کنه با توافق گذشته ای که اوپک و روسیه داشتن، اما به خاطر اینکه بودجه روسیه بر اساس نفت 40 دلار بسته شده، اما این توافق رو هم حتی تمدید نکردن با اینکه میدونستن قیمت
نف کاهش پیدا میکنه. انتظاری که هست اینه که این مسابقه، حالا یا بعضی اسمش رو میذارن جنگ، تا جایی ادامه پیدا کنه که قیمت ها صعود کنه نزدیک به جای هزینه تولید کشورهای اوپک و روسیه، و اونجاست که شاید اوپک و روسیه دوباره سر میز مذاکره بشنن، نه به خاطر اینکه قیمت ها به هفته گذشته 50 دلار برگرده، بلکه به حدی نرسه که تولید این کشورها دچار مشکل بشه. ولی خب کلن موضوع کرونا در چین و روی کل اقتصاد جهانی تاثیر بسیار منفی گذاشته و کاهش قیمت های نفت اون هم روی سهام شرکت های نفتی و تاثیر میذاره و این مشکل رو دوچندان میکنه. در مورد تاثیر اون روی تقاضا، معمولا به طور سنتی وقتی قیمت ها کاهش پیدا میکرد این انتظار هست که تقاضا افزایش پیدا بکنه، ولی خب این انزوای اجتماعی توی کل دنیا تاثیر خیلی زیادی رو گذاشته، ولی باز انتظار میره که با این قیمت‌های کم شاید یک مقدار این تقاضا برای نفت، بعد گاز و حالا LNG هایی که قیمتشون وابسته به قیمت نفته، یک مقدار تقویت بشه. خانم بخشوری خیلی کوتاه، وقتمون تموم متاسفانه. با توجه به اینکه ایران تحت تحریم هست، آیا میشه گفت که از این نوسانات بازار نفت برکناره و تأثیر روش نمیگذاره؟ تقریبا میشه گفت بله، درسته. به خاطر اینکه صادرات نفت ایران خیلی جزئی هست نسبت به میزانی که میتونه صادر کنه و این نمیتونه تأثیر زیادی داشته باشه. البته خب ممکنه حالا فرض کنید تقاضایی که قبلا بود برای همین میزان کم صادرات نفت یه مقدار عوض بشه، ولی در اصل انقدر کم صادرات نفت ایران که حالا در کل اقتصاد ایران نوسانات امروز و این چند روز قیمت نفت تأثیر زیادی نمیذاره. ممنونم از سارا بخشوری، کارشناس نفت و انرژی. بر اساس آخرین آمار کشته های ویروس کرونا در ایتالیا، 97 نفر دیگر در یک روز بیشتر شد و به 463 نفر رسید. تایید شده که بیشتر از 9000 نفر هم به این ویروس مبتلا هستند. مقام ها از دیروز شمار این کشور را تحت قرنطینه گذاشتند، اما نتوانستند مانع از خروج هزاران نفر از مناطق شمالی به جنوب شوند. ایتالیا یکی از قطب های گردشگری اروپا است که به علت شیوع کرونا به حالت رکود درآمده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. برای ایتالیایی‌ها این صحنه‌های کابوس است. مردی 63 ساله قربانی کرونا شده. تدابیری که برای مهار این ویروس به کار گرفته شده از زمان جنگ جهانی دوم سابقه ندارد. میلان مرکز مالی ایتالیا است. در اینجا سوت و کور مثل 14 استان دیگر. یک چهارم جمعیت ایتالیا در قرنطینه‌اند. سفر به میلان محدود شده و رفت آمد به داخل شهر تقریبا متوقف. از مدرسه و سینما گرفته تا دیسکو و دانشگاه همه تعطیلند. نخست وزیر ایتالیا از یک بحران سخن می‌راند. این وضعیت اضطراری است، یک وضعیت اضطراری ملی، و ما در حال اتخاذ تدابیر مناسب با هوشیاری تمام هستیم. ونیز که به عنوان تاج گردشگری ایتالیا بزرگترین منبع درآمدهای توریستی این کشور بود، از رونق افتاده. گزارش های رسیده از ایتالیا حاکی است که 6 زندانی در شورش زندانیان این کشور کشته شدند. شورش حالا مهار شده. اعتراض زندانیان به محدودیت هایی بود که مسئولان برای دیدار آنها با خانواده هایشان در جهت مهار ویروس اعمال کرده بودند. ویروس کرونا سنت های هزار ساله را هم دگرگون کرده. در واتیکان پاپ پیام هفتگی خود را از طریق ویدیو داد. مخاطبان چندانی هم در میدان نبودند. مخاطبانی که می‌دانند دعاهایشان برای عبور از دوران بلا به این زودی ها مستجاب نخواهد شد. سیاوش اردلان، بی بی سی. دکتر پریسا نظری، داروساز از روم ایتالیا با ما هستند. خانم دکتر نظری، ما اینجا در لندن وقتی نگاه میکنیم چندان به نظر نمیاد که مردم در کوچه و خیابان موضوع رو اونطور که باید جدی گرفته باشن. در روم ایتالیا چگونه است وضع؟ اصل شما بخیر. بله دقیقا همینطوره. متاسفانه در روم هنوز مخصوصا جوانان این قضیه رو جدی نگرفتن، هرچند که من در کارم بیشتر با افراد مسن در ارتباط هستم که این خطر رو بیشتر احساس میکنن و کاملا ترسیدن. ولی جوانان باید بگم که در مناطقی که بارها هستن و مخصوصا شنبه شب همه دور هم جمع میشن، در جریان هستم که تعداد زیادی حتی اگر بارها میبندن اونا به هر حال توی خیابون در کنار هم هستن و از
توصیه های وزیر بهداشت و درمان و دولت پیروی نمی کنن، دنبال نمی کنن متاسفانه. چقدر کادرهای درمانی آمادگی دارن؟ میدونیم که ایتالیا شهره است به این که یکی از بهترین نظامهای درمانی رو در دنیا داره. بله، ایتالیا در گذشته بهترین نظام درمانی اروپا رو داشت، ولی در سالهای اخیر به خاطر مسائل اقتصادی خیلی دچار مشکلات شده بود. در هر صورت این به شکلی که داره پیش میره کووید 19 به هر حال به زودی میتونه به زانو در بیاره سیستم بهداشت و درمان ایتالیا. این حرفی که به طور مرتب وزیر بهداشت و درمان روبرتو اسپرانسا در تلویزیون در کنفرانس های خبری میگه و دعوت میکنه مردم رو به احساس مسئولیت بیشتر نسبت به جامعه مدنی. باید بگم که در کدونیا و وودو، شهری که اول از همه اولین شهرهایی بودن که قرنطینه شدن، کاملا این اتفاق افتاد و مردم کاملا در قرنطینه خانگی موندن و خونه هاشون خارج نشدن و به همین دلیل هستش که این سیستم جواب داد و از دیروز این قرنطینه به عنوان منطقه قرمز از این دو شهر برداشته شده. ولی در روم باید بگم که من احساس میکنم که هنوز این خطر به طور کامل احساس نمیشه. هم جوانان هم پدر مادرای دانش آموزانی که این روزها در خانه هستن، امروز فهمیدیم که نه تا 15 مارس بلکه تا 4 آپریل مدرسه ها تعطیل هستن، چنان درگیر مسائل کاریشون و اینکه بچه ها رو چجوری کجا بذارن و چجوری برن سر کار هستن که وقتی نمیذارن به این به خطری که روم رو هم داره تهدید میکنه. خانم دکتر، با توجه به آزادی رفت آمد میان ایتالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی، میشه جلو نوعی از اپیدمی رو در اروپا گرفت و یا اینکه موضوع حتمیه؟ ببین، الان مشکل اصلی ایتالیا جابجایی از شمال به جنوب هست. حتما تصاویری که شنبه شب در میلان در ایستگاه قطار میلان بودن دیدین که مردم قبل از این که به طور رسمی این قانون که شهر میلان هم وارد به عنوان منطقه نارنجی وارد قرنطینه میشد رو به صورت رسمی داشته باشن، همه فرار کردن به سمت قطارها و رفتن جنوب ایتالیا و این مسئله خیلی مهمیه و خطرناکی. الان تعداد زیادی از این افراد که رسیدن توی جنوب این نگرانی رو ایجاد میکنن که این ویروس بتونه در تمام ایتالیا پخش بشه. مشکل این هستش که برخلاف میلان که الان بیمارستان بهترین یکی از بهترین بیمارستان ها رو داره و اختصاص داده به بیماری های کووید 19، در جنوب ایتالیا مسائل مشکلات خیلی بیشترن و آمادگی این حجم از بیماران رو ندارن. برای همین مشکل اصلی ایتالیا الان جابجایی در خود ایتالیا است، از شمال به جنوب. و روم هم که در مرکز قرار داره خیلی داره خودش رو آماده میکنه. الان قرار در عرض 3 هفته یک بیمارستان جدیدی که در کنار بیمارستان اسپلانسانی بتونه سرویس بده و بخش آی سی یو داشته باشه افتتاح بشه. ممنونم از شما خانم دکتر. دکتر پریسا نظری، داروساز از روم ایتالیا با ما. و ممنون از شما بیننده هایی که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید.